یکی از سوالایی که بارها از من پرسیده شده اینه که توی OS X ما هاردمون رو پارتیشن بکنیم یا پارتیشن نکنیم. واقعیت اینه که ترجیحاً و بهترین حالت اینه که شما هاردتون رو پارتیشن نکنید. پارتیشن کردن هارد توی اپل باعث افت سرعتش میشه و شما بین 10 تا 20 درصد هاردتون کنتر میشه مثلا این هاردی که ما اینجا الان داریم و دو تا پارتیشن شده یه مقداری سرعتش پایین تر نسبت به زمانی که یه دونه پارتیشن بود اما حالا جدای از این مسئله که هاردتون رو شما نباید چند پارتیشن بکنید و فقط اون رو یک پارتیشن بکنید چند تا نکته دیگه هم وجود داره مثلا شما وقتی میاد اینجا توی ایریز و میخواید فرمتش بکنید یا اومدین توی پارتیشن به طور مثال من این هارد رو الان جدیدن وست کردم به سیستمم اومدم توی پارتیشن میگم کلش رو یک پارتیشن بکن و حالا اینجا چند تا آپشن دارم اگر هاردی که شما میخواید فرمت کنید قرار روش اس اکس نصب بشه و دستگاهتون از روش بوت بشه این فرمت رو باید اینجا حتما روی مک او اس اکستند جورنالد بذارید این نوع فرمت کردن برای هاردی که میخواد سیستم عامل توش نصب بشه خیلی خوبه توی شرایط دیگه حتما روی مک او اس اکستندد بذارید مثلا من الان این هارد اکسترنال رو وصل کردم و میخوام ازش به عنوان بکاپ استفاده کنم یا دیتا هامو توش بریزم یا باش کار بکنم بهترین حالت تو توی تمام این فرمت ها اینه که شما روی مک او اکستندد بذارید خب پس اگه قرار بود هاردتون ازش بوت بشه روی ژورنال اگه هاردتون قرار نیست بوت بشه هارد دوم سوم چهارمتون یا آخره مثلا این هارد اینجا شما میبینید این هارد من ژورنال شده چون قرار بوده که مک اچ توش قرار بگیره و ازش بوت بشه این یکی البته این که اینجا جورنال ده اگه بخوام دوباره فرمتش کنم حتما این اکستندد معمولی فرمت میکنم مثل فرمتی که الان این هارد داره شما میبینید این هارد الان مک اکستندده اما یه نکته آخری هم هست که وقتی شما میاد اینجا مثلا میگید یه پارتیشن کورن کل, کل هارد رو و حالا این روی مک اکستندد هم بذار یه آپشن ساده ولی مهم میمونه و اونم این چیزی که شما اینجا دارید اینجا شما سه تا عنوان دارید یکی گاید پارتیشن تیبله یکی البته جی یو آی دی پارتیشن تیبله یکی اپل پارتیشن مپه و مستر بوت ریکورد توی شرط عادی همونطور که شما دیدید نوشته بود مستر بوت ریکورد و این عنوان فعال بود اگر سیستم عامل شما از ده چهار بالاتره یعنی مثلا من اینجا الان سیستم عاملم ده پنج چهاره و دستگاهتون جدید از سری اینتلی مکه حتما این عنوان رو انتخاب بکنید مثلا شما یه مک پرو کواد کور یا ایت کور دارید اگر دستگاهاتون از سری پاور پی سیه، یعنی g 4 g 5 و از کلا سری جی این عنوان رو انتخاب بکنید و توی شرایط دیگه که من خیلی خودم پیشنهاد نمی کنم این عنوان سوم رو انتخاب بکنید الان این هاردی که من اینجا دارم با این نوع پارتیشن تیبل و با اکستندد فرمت شده و این به من این امکان رو میده که حد اکثر سرعت هارد و حد اکثر استیبیلیتی رو ازش بگیرم یعنی هاردم نپره و مشکلاتی که ممکنه براش به وجود بیاد به حد اقل برسه پس ما یک بار دیگه با هم دوره میکنیم پارتیشن اصلا نکنید یه پارتیشن بکنید اومدید اینجا اگه هاردتون دو هارد دو یه سه یا حالا هاردای کلا ثانوی است روی مکوس اکستندد بذارید توی این آپشن هم اگر جی 4 یا جی 5 دارید روی این و اگر دستگاه جدیدتر اینتلی دارید روی این عنوان قرار بدید فرمت پارتیشن تیبلتون رو